یک روز پس از حمله هوایی روسیه بر یکی از شفاخانه های اوکراین کامل حرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در سفرش با پولند از پیشنهادات برای تحقیقات جهانی در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط روسیه استقبال کرده است بر اساس گزارش ها حمله بر این شفاخانه ولادی که در شهر ماریوپول اوکراین موقعیت دارد سه کشته و 17 زخمی بر جا گذاشت حکومت اوکراین و بریتانیا این حمله را جنایت جنگی توصیف کردند. کاملا تحقیقات باید صورت گیرد و همه ما باید آن را <ما> بنگریم <ما> و من هیچ سؤال ندارم که چشم جهان متوجه این جنگ و چیزی است که روسیه از نقطه نظر تهاجم و مظالم انجام داده است. هیچ شک ندارم. بر اساس ارقام ارائه شده از جانب سازمان ملل متحد تهاجم روسیه بر اوکراین منجر به کشته شدن صدها غیر نظامی شده است اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نگرانی در مورد حملات روسیه بر غیر نظامیان با شمول شفاخانه ماریوپول را ناله احساساتی از جانب دشمنان عنوان کرده است. از دیر زمان در شفاخانه ولادی ماریوپول زنان کودکان یا پرسنل خدماتی وجود نداشته است و ما در مورد آن به تاریخ 7 مارچ در شورای امنیت ملل متحد صحبت کردیم این شفاخانه توسط جنگجویان گروه آزوف و دیگر افراطیان تصرف شده بود و قرارگاه ایجاد کرده بودند در عین حال وزیر خارجه روسیه امروز با دمیتری کولبا همتای اوکراینی خود در ترکیه ملاقات کرد اما این دیدار بدون کدام توافق پایان یافت. The... ما در مورد موضوع آتشبس صحبت کردیم. یک آتشبس 24 ساعته تا بتوانیم به مشکلات جدی بشری رسیدگی کنیم. با در نظر داشتیم که کسان دیگر در روسیه روی این موضوع تصمیم می گیرند ما نتوانستیم در این مورد پیشرفته داشته باشیم. ما توافق کردیم که برای دریافت راه حل مشکلات بشری تلاش کنیم. من آماده ام که دوباره ملاقات کنم البته اگر امکان برای بحث اساسی در مورد تلاش برای راه های حل وجود داشته باشد پس از تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین دیدار مقامات ارشد هر دو کشور بود با پایان به این دیدار سولی نیانیستو رئیس جمهور فنلند گفته است که فردا جمعه با همتای روسی خود صحبت خواهد کرد رئیس جمهور فنلند گفته است که برای رسیدن به صلح در اوکراین از طریق دیپلماسی و جلوگیری از سرایت بحران به نقاط دیگر اروپا ادامه صحبت با مسکو مهم می باشد.